سلام علیکم شاگردان حیات عزیز، با یک دیگر از درس‌های مضمون بیولوژی صنف 12 همتان خوش آمدین. امیدوار هستم که لباس عافیت برتن داشته باشین. خب شاگردان عزیز، ما و شما امروز فصل دوم بیولوژی صنف 12 همه با هم دیگه آغاز میکنیم. درس امروز ما درباره بی‌نظمی ها یا تغییراتی که در ژنتیک ما و شما یا در ژنتیک یک موجود به وجود میاد، بی‌نظمی های ژنتیکی. بی‌نظمی های ژنتیکی تغییراتی است که در مواد ارثی یک شخص یا یک موجود زنده به وجود میاد و ممکن است بسیار جزئی باشه و یا ممکن است بسیار بزرگ باشه که جزئی بودن از این زیاد قابل دید نیست و بزرگ بودن این تغییرات سبب مرگ و میر موجود زنده هم شده میتونه. ما این تغییراتی که در مواد ارثی به وجود میایه برش میگیم میوتیشن یا جهش یا تغییر ژنتیکی. میوتیشن چی است؟ تغییرات ناگهانی است. تغییرات ناگهانی است که در مواد ارثی به وجود میایه. مواد ارثی ما ژن هست و کروموزوم هست. تغییرات ناگهانی که در مواد ارثی به وجود میاد. میوتیشن چند نوع است شاگردان عزیز؟ یکی ژن میوتیشن است. تغییرات بسیار جزئی است که به نام تغییرات نقطه‌ای یا میوتیشن نقطه‌ای هم یاد میشن. این تغییرات که از بالای ژن ها تغییر میاره، در ژن ها تغییر وارد میشه و زیاد قابل احساس و قابل درک نیست. شخص زیاد مریضی در او دیده نمیشه. و ولی به عنوان مثال ما و شما قطعه از دینه را گفتیم چی است؟ جن هست که یک صفت کنترل میکنه. اگر ما و شما در این تصویر ببینیم یک قطعه از دینه زمانی که در نسل بعدی در او تغییر وارد میشه، در کدنویسی از او چی میشه؟ تغییر وارد میشه. در نسل اول خود اگر یک پروتین، به عنوان مثال ما ایره مثال میتیم، به عنوان مثال یک پروتین را با رنگ زرد تولید میکنه، ولی در نسل بعد خود او پروتین با عین شکل تولید میکنه، با عین حالت، ولی رنگش متفاوت است. یعنی یک تغییر بسیار جزئی است که بعضا قابل احساس و قابل درک نیست. و نوع بعدی میوتیشن های ما یا تغییرات ژنتیکی ما کروموزوم میوتیشن است. این تغییرات نسبتا بزرگتر و وسیع‌تر از سطح کروموزوم به وجود میآید، یعنی در تعداد زیاد از ژن ها تغییرات وارد میشه که ممکن است سبب مرگ و میر موجودات زنده هم شود. کروموزوم میوتیشن در چه حالت به وجود میاد؟ در حالت تبادله و یا تقاطع. در حالتی که دو کروموزوم با هم دیگه تبادله میشن و یا تقاطع میشن، قطع میشن، در مرحله کراسینگ اوور. خب کراسینگ اوور شما در تقسیمات حجوی در صنف 11 هم خواندین. من بازم بسیار به شکل خلاصه براتون میگم. ما و شما گفتیم در موجودات زنده در حجرات جسمی خود 23 جوره کروموزوم داره که 22 جوره از این جسمی است و یک جوره از این جنسی است. از شماره 1 تا 22 ما جسمی است و شماره آخرش که X و Y یا XX است او جنسی است. حالا این کروموزوم ها گفتیم هر جوری از او به نام کروموزوم های خواهری یا کروموزوم های هومولوگ یاد میشه. چرا؟ به خاطر که عین شکل و عین وظیفه را دارن. یعنی هر کروموزوم، یک کروموزوم اگر یک صفت کنترل میکنه، عین جن بالای کروموزوم دیگهش هم موجود است. حالا کروموزوم های خواهری در تقسیمات میوسیس، خب ما شما میفهمیم که 23 جوره کروموزوم تبدیل میشه به 22 عدد کروموزوم، 23 عدد کروموزوم، یعنی یک ان کروموزوم میشه. پس این کروموزوم ها وقتی که قبل از اینکه از هم جدا شده و در مرحله میوز یک، پروفاز یک، در پروفاز یک دو بازوی کروموزوم به شکل متقاطع، به شکل تقاطع با همدیگه قرار میگیرن و در نتیجه دو بازوی کروموزوم با همدیگه تبدیل میشن. ما این حالت برش میگیم کراسینگ اوور. در نتیجه کراسینگ اوور تغییرات در کروموزوم ممکن است به وجود بیاید و این تغییرات به چهار نوع است. یکی دلیشن است که یک قطعه از کروموزوم چی میشه؟ حذف میشه، پاک میشه. به طور مثال ما و شما در کروموزوم، به خاطر که شما بهتر بفهمین، ما قطعات کروموزوم حرفه اسم به حرف اسم گذاری کردیم. مثلا قطعه A کروموزوم، B, C, D, E و F. حالا در نسل بعد که ما و شما مطالعه کردیم، قطعه B چی شده؟ حذف شده. پس در نتیجه چی هسته؟ ما ایره میگیم دلیشن، که یک قسمت از کروموزوم حذف شده و ممکن است بسیاری از جنها با این قطعه ناپدید شده باشه. نوع بعدی تغییرات کروموزومی ما دوپلیکیشن هست یا دوچند شده. خب ما و شما اگر مثلا در این تصویر ببینیم قطعه B ما، قطعه B کروموزوم در نسل بعد دو برابر شده، دو دانه B داریم، A, B, B, C داریم. پس این حالت ما میگیم دوپلیکیشن، که در نتیجه از چندین جن ممکن است دوچند یا دو بار به وجود آمده باشند. نوع دیگه تغییرات کروموزومی ما انورشن یا سرچپه شدن است.
سرچپه شدن. مثلا در حالت در نسل اول ما قطعه A, B, C, D و F به ترتیب با پالوی همدیگه قرار دارن، ولی در نسل بعد قطعه A به جای خود هست ولی C و B با E و D چی شده؟ تغییر کرده و سرچپه شده. ما این حالت inversion میگن. و translocation که هست در حقیقت تبادله هست، تبادله بین دو بازوی کروموزوم که در نتیجه کراسینگ اوور گفتیم با وجود میاد. اینا مثلا در نسل اول ما یک بازوی کروموزوم A, B, C, D و F است و بازوی دیگه کروموزوم ما G, H, I, J, K, L است، ولی در نسل بعد A, B, C در جای خود است ولی J, K, L در بازوی اول انتقال پیدا کرده، برعکس از او D, E, F در بازوی دوم انتقال پیدا کرده، که این حالت ما میگن translocation. این تغییرات ممکن است بسیار امراض مختلف و حتی سبب مرگ موجودات شود. یک مریضی از این در موجودات انسان‌های بعض از انسان‌ها که در اثر کروموزوم میوتیشن بر از اونا با وجود میه، صدای مثل پشک ماننده دارن، عقب ماندگی ذهنی می داشته باشن، که این مریضی ها زیادتر قابل دید و زیادتر قابل احساس است. نوع دیگه میوتیشن ما جینوم میوتیشن است که در جینوم های موجودات زنده در مواد ارثی در کل تغییر میه، در تعداد زیاد جن ها، که تعداد زیاد جن ها هم در حقیقت تغییر در کروموزوم است. این جینوم میوتیشن دو نوع است، یکی انیوپلویدی است و یکی دیگه پولیپلویدی است. انیوپلویدی که هست یک کروموزوم یا زیاد میشه یا کم میشه. مثلا تیروزمی 21 که کروموزوم 21 در حاله که در یک حجره باید کروموزوم 21 ما کروموزوم 21 ما باید دو بار باشه، ولی در این مریضی سه بار هست. در این مریضی سه بار دیده میشه، که باز ما شما درباره این مریضی انشاءالله در جلسات آینده خود میخوانیم. این حالت ما چی میگم؟ انیوپلویدی. چرا؟ یک کروموزوم زیاد شده. اگر یک او موجود زنده دیگر 46 عدد کروموزوم داره ولی 47 عدد کروموزوم می داشته باشه. و یکی هم پولیپلویدی است که چندین مجموعه کروموزوم زیاد و کم میشه. 3 این کروموزوم میتونه شوه، 4 این کروموزوم میتونه شوه. مثلا ممکن است کروموزوم 19 و 20 دو بار سه بار تکرار شده باشه. این حالت ها با سبب مرگ موجودات زنده میشه و در مرحله جنینی موجود زنده را از بین میبره. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما تا همیشه در همیشه با پایان میرسه. موفق و محیط باشین. الله نگهدار.